آروم میذارید ول میکنید شده. اما باید روغنش زیاد باشه، قایم رو به بالا. خب گفتم یه سری بزنیم ببینیم کتلت ها در چه حالا. نگاه کنید داره جلز و بلز میکنه و اگه میخواید واقعا کتلتتون خوشمزه بشه باید دقیقا مثل گزینه روی میز بود. کتلت گفتم درست کنم یا سبزی پلو. به این نتیجه رسیدیم که کتلت درست کنیم خیلی بهتر و شیکتره. میخوام بهتون کتلت یاد بدم. بدون داشتن تخم مرغ هم میشه کتلت درست کرد. اینکه این باور تو ذهن همه هست که کتلت چسبندگی میده، اما باید یه رسیپی خوب داشته باشی. بیام سراغ رسیپیش من بهتون بگم. مرحله به مرحله بهتون میگم. اینو نگاه کنید، 300 گرم گوشته. خب 300 گرم دقیقاً. بذارید قیمتش هم بهتون نشون بدم. به خدا شد $3.290 شد $3.48. با $3.48 بهتون یاد میدم. $2 سیب زمینی، $0.50 پیاز. با اینو یاد میدم غذا درست کنی. نره بیرون غذا نخور، خودت درست کن، مشتی و باحال. یه سری آلرژی دارم به تخم مرغ، نمیتونم اکسپتش کنم توی غذا. خب تقریبا 4 5 حبه سیرم داریم، ولی مرحله به مرحله بهتون میگم. در کابینت جادویی رو باز کنیم. سیب زمینی ها رو با این دنده میبینید رندش میکنم. سیب زمینی رو داخل آب گذاشتم رندش کنم و سری برگردم. زمینی ها رنده شد، نگاه کنیم. استرالیا هم 50 مدل سیب زمینی داره، خیلی سخت پیدا کردن سیب زمینی خوب. حالا پیازم رو همین رندش میکنم، اینم رندش کنم و برگردم. وقتی که رنده کردی تموم شد، یه مقداری نمک، بهش میزنی. میبینی زیاد نه، نمک رو نمیخوایم الان تنظیم کنیم. نمک رو میزنید، هم میزنید. همین که نمک رو بهش میزنید آب خودش رو ول میکنه. حالا شروع میکنیم آبگیری کردن. نگاه کنید به این شکل آبش رو میگیریم. تمام، نه دیگه بهش گیر بدیم خیلی آبش رو بگیریم، ولی اونقدری بهش فشار میدیم که آبش ازش گرفته شه. حالا توی این مرحله اینو برمیگردونم داخله ظرف. این شیشه یه خب کار رو نشون میده داخلش. حالا میام سراغ سیرا. ببینید کتلت بدون سیر اصلا معنا و مفهومی نداره. هر مقداری هم که بیشتر بهش بزنید خوشمزه ترش میکنه، اما کسایی که دوست ندارن هیچ اجباری تو زدنش نیست. سیرم هم بهش بزنم. حالا قلقی که داره باعث چسبندگی میشه و نمیریزه. یه دونش موند، این دقیقا همون 50 سنتی هست. این از کجا پرید اینجا؟ ببینید اگه میخواید کتلتتون وانره، باید اونقدر ماساژ بدید، هم خوشمزه تر میشه، هم یه دست میشه و هم یه دست پخته میشه. بچه که میان خارج کشور گوشت ارزونه، برمیدارن 4 کیلو گوشت میدوزن یه دونه سیب زمینی، معلومه اینان کتلت ایران نمیشه. مادرم بنده خدا نیم کیلو گوشت و 4 کیلو سیب زمینی میزد، 9 تا بچه بودیم همه سیر بشن. حالا باید همون فرمول قدیمو داشته باشیم. حالا این هم گوشت، 300 گرم گوشت میندازم داخل این و شروع میکنم ماساژ دادن. اونقدر بعد ماساژ بدم موادم کاملا یه دست بشه. حالا ماساژ میدم و بهتون نشون میدم. میریم سراغ ادویه سازی کردنش. ادویه ها بعضی ها بهش کاری میزنن، بعضی ها بهش نمیزنن. اگه دوست داشتید بزنید، اگه دوست نداشتید هم نزنید. من زیاد بهش نمیزنم، ولی نوک قاشق چای خوری فلفل سیاه، نوک قاشق چای خوری فلفل سفید و یه قاشق چای خوری هم زردچوبه. نمکش هم تست کردم، یه مقدار خیلی کم میخواد، چون قبلا هم زده بودم دیگه. اینم از نمکش، بذار یه کوچولو دیگه بزنم شورم نشه. خب اینم از نمکش. حالا میخوام فقط انسجامش رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید این تخم مرغ نداره ها، نگاه کنید از دست میفته. ببینید اینا ها. حالا حسابی یه ماساژ مشتی بهش میدیم، ادویه ها تو خورده هم بره. بعد کاری که میکنی به مدت 20 دقیقه بذاری داخل یخچال ریکاور بشه، گوش حرارتش بیاد بالا، خونک بشه، میریم برای سرخ کردنش.
نگاه کنین مثل مادرم کتلتش فوتوکپی بود. مامان باقشته یالان دیه بیل مرم. شوخی میکنم آقا اینم دیگه این دقیقا امضای خود مادرم، هر کی ببینه بگم کنه اثر انگشتشو جر کردم. این از این. خب آروم میذارید ول میکنید تو روغن، اما باید روغنش زیاد باشه که کاملا مخفوق بشه. این مدل یه مقدار روغن بیشتر میبره، حرارتم ملایم رو به بالا، روسوزش نکنید. حالا اینم آخری رم بندازم دیگه سرخ شد، کارو بهتون نشون میدم. باورتون میشه این کتلتا رو بدون تخم مرغ و بدون آرد و فقط سیب زمینی و پیاز زدم؟ اما نکته مهم میزان چربی گوشته. اگه میخواید فیلم کاملش رو ببینید روی این لینک بالا کلیک کنید و فیلم کاملش رو ببینید. بیا اینجا. میدونین چیه؟ نگاه کن فقط کتلت رو ببین. از اون کتلت هاست که مامانا میپختن بدون تخم مرغ. بریم با هم فیلم کاملش رو ببینیم. خب گفتم یه سری بزنیم ببینیم کتلت ها در چه حالا. نگاه کنید داره جلز و بلز میکنه و اگه میخواید واقعا کتلتتون خوشمزه بشه باید دقیقا مثل رسپی عمل کنید. یه دونه اونجا پختم برداشتم، 2, 4, 6, 8, 10, 11 دیگه اینم اضافه مون، با این دیگه نمیشه کاری کردش. بریم دیگه برای سرو کردنش. سیب زمینی هم اینجا دارن سرخ میشن خیلی مشتی و باحال. حالا میخوایم اون چی درست کنی؟ کوچولو دیار بنده اون دیار اینم چجوری شد بای شد بنده قشنگ اینجا. این بعد از ماما پده اینجوری برو ببینم این مدل عمه یا آنیه قشنگیه. داری تو خونه ما ایچی دور ریخته نمیشه. حالا دیگه وقت این رسید که دیگه غذا رو امتحانش کنیم و به شما نشون بدیم. نگاه کنید این کتلتش پوک شده، خوشمزه شده، گوجه فرنگی چیز زیادی هم ندادم، سیب زمینی، ولی به عشق خودتون میخوام یه دونش امتحان بکنم. این بافت داخلیشه، سیب زمینی ها درشته، رنده درشت وقتی که میزنی جلو انسجام گوشت رو میگیره، خیلی پنبه‌ای و پوک میشه. از تخم مرغ دار خیلی بهتره به نظر من، یه مقداری بیشتر ماساژش میدی. اما حسنی که داره اولا دیگه تخم مرغ داره میزنی یه عالمه کف بکنه، کف ها میادش بیرون باعث سوختگی میشه، اما یه همش یه دست با هم پخته شده خیلی خوشمزه است. ولی یه مقداری وقت بذارید بدون تخم مرغشو بپزید نتیجه بهتری میگیرید. چربیش هم من گرفتم 33% چربی داشتش این گوشت، اونجا روش نوشته بود مخلوط میکس مینس هم میگم مخلوط گوساله و گوسفند بود. حالا برای همه سوال پیش میاد از کجاش استفاده بکنیم. شما اگه گوشت رون گوسفند یا سرشونه گوسفند هم بگیرید به راحتی میتونید استفاده کنید. گاو گوساله مخلوط هم بگیرید میتونید. گوشتش زیاد مهم نیست، مهم این ترکیبه و پروسه کردنشه. امیدوارم که یاد بگیرید اینو، حالشو ببرید، کتلت‌های مشتی درست بکنید. و همینجا من یه سلام عرض میکنم خدمت همه مادرها، مادرهایی که سالها برای ما غذا پختن، سالها بدون هیچ چشم داشتی برامون تلاش کردن. حالا ما با مادرمون شوخی کردیم ولی واقعا اداره کردن یه خانواده 9 نفری کار سختیه. صبحونه 9 نفر، نهار 9 نفر، شام هم 9 نفر، با خودشون میشدیم 11، یعنی روزانه برای 33 نفر آشپزی میکرد مادر من. من دستشو میبوسم، دست همه مادرها رو میبوسم. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. دمتون گرم.